به نام خدا، بنده حسین پیرزاد هستم. با حل سوالات درس آمار و احتمال در خدمت عزیزانم هستم. دوستای عزیزم، سوال اول میگه که اگر ارزش گزاره پی آنگاه، پرانتز باز کیو یا آر، نادرست باشد. خب بچه ها اینو دقت کنید، اگر بخواد این نادرست باشه، زمانی نادرست هست که در واقع عرض به خدمت شما ابتداش درست باشه، پس پی درسته. دقت بفرمایید تا اینجای سوال ما اینو باید تشخیص بدیم که پی درست هست و آنگاه کیو یا آر، چون یا داره بینشون، یه دونه هم اگر درست بود در واقع چی میشد؟ در واقع درست میشد. پس اجازه بفرمایید که اینجا باید بدونیم که هم کیو غلطه و هم آر غلط هستش. پس در واقع این تی هست، ترو یعنی درست، و اینم فالز همون غلط، و اف گذاشتیم، همون زبدر هم میتونیم بذاریم. ارزش گزاره نقیض پی، خب بچه ها دقت بفرمایید، نقیض پی آنگاه نقیض کیو آنگاه آر، در واقع میگه با کدوم که از گزارهای زیر یکسانه. بچه ها وقتی پی در واقع درست هست، نقیض پی میشه چی؟ نادرست. وقتی ابتدا نادرست باشه، انتها بخواد هر چی باشه، گزاره ما یه گزاره درست هستش. پس عزیزان من، این باید درست بشه. ببینید کدومی که از گزاره های ما درسته، پی و آر. خب دوتا غلط رو وقتی با هم عطف کنیم باز هم غلط میشه، پس هیچی. کیو و آر، البته پی درست بود، پی درست بود، کیو نادرست بود. کیو، پی و آر در واقع نگاه کنید، خب یه درست و یه غلط رو عطف کنیم، عطفشون حتما چی میشه؟ غلط میشه. برای عطف، برای اینکه درست بشه، باید هر دوتا درست باشن. کیو و آر، خب اینه که هر دوتا غلطن، اصلا فاجعه هستی چی؟ غلط شد دیگه. پی یا آر، دقت بفرمایید، پی یا آر، یه دونش هم درست باشه درسته. بله، چون پی درست هست، پس این میشه جواب ما. گزینه چهار هم کیو یا آر، چون جفتشون غلط هستن، یاشون هم در واقع فصلشون هم در واقع فصلیشون هم در واقع چی میشه؟ نادرست میشه. پس پاسخ ما گزینه شماره 3 خواهد بود. تمام سعی من اینه که به جای اینکه از اصطلاحات استفاده کنم، خیلی راحت با هم صحبت بکنیم. بچه‌ها ببینید، ابتدا وقتی این گزاره میخواد نادرست بشه، برای اینکه نادرست بشه، در واقع ارزش این گفته نادرست باشه، نادرست که اتفاق میفته زمانی که ابتداش درست باشه، اینجا نادرست باشه. چون یا داریم و یا نادرست در اومده، پس جفتشون نادرست هستن. خب پس جفتشون ضرب در بودن. ارزش گزاره نقیض پی، پی چون درسته، نقیض پی یعنی چی؟ نادرست. پس اگر ابتدا نادرست باشه، انتها میخواد هر چی باشه درست به حساب میاد. پس در واقع میخواد بگه کدوم گزینه، کدوم گزاره درسته که در گزاره هامون، گزاره شماره 3 ارزشش درست بود و پاسخ ما گزینه شماره 3 خواهد بود.